اینو عرض کنم در السنه گفتیم این مشهوره اما سند نبویه، نه اصحاب رجال قبولش دارن نه اهل حدیث، نه بزرگان شیعه، مرحوم مقرم و خیلی دیگه که اواخر دیگه پنبشو زدن. این که همیشه شنیدید پیغمبر فرمود سال آخر میخوام برم کسی حقی داره؟ کی گفت بله میخواستید بره شطورتون بزنید عصاتون به دل من خورد؟ خب بیا عصا رو بیاره دست خانه. این نزد امامیه نیست، مال دیگرانه. نزد ما مفید علیه رحمه میفرمه صدوق علامه مجلسی 14 معصوم عصمت مطلق دارن از خطا و عمد. امام صادق علیه السلام میفرمه که تازیانه به حیوانی زده که بعد این خورده باشه به شکم دیگری عصا. یا اون ماجرایی که سید مقرم علیه رحمه میفرمد علامه مجلسی میفرمد نزد امامیه این چنین چیزی نداریم، بس اسانید ما امیر المؤمنین آهن داغ کرده به دست عقیل برده، اونقدر مرحمت دارد میخوان حقانیت رو ثابت کنن و مطالب دیگر رو، اما نمیدونن کار خراب میشه. اگرچه مثل جورجی جرداق و زیدان کتاب می نویسن، امام علی علیه السلام صوت العدالت الانسانیه، تو اگر لالایی یاد داری چرا خوابت نمیبره؟ تو 700 برگ می نصف خط سم خودشو زده. فاجعه کربلا می نویسه، فاجعه رمضان می نویسه. خب شما اگر اینجوره خودتونم اقرار کن. نه سم مزه ما هم نمیدونیم، از ایشون مدح و ثنا میکنیم. از همون طریق خودش شما اگر مقرید برای چین، اگرم کاسبید که خب الکاسب و حبیب الله، خواهی چیز شاب کنید بره تو بازار. امام صادق علیه السلام فرمود کی جد ما امیر المؤمنین آهن داغ کرد به دست عقیل؟ حرارتش هم این طریقه تأدیب شخصه؟ نه بالاتر از این. حضرت مفرمد آیا خدا اجازه میده آب دهان نجسی به صورت علی ابن ابی طالب علیه السلام بیفته؟ که اساتید اخلاق ما اینو برای کنترل خشم مثال میزنن. سالبه به انتفاع موضوع فرمد ذلت حجتشو اینجور نمیخواد که بعد گمان کنیم چه شده.